با سلام به شما بینندگان عزیز و همراهان برنامه همراه. با برنامه دیگری از برنامه همراه با شما هستیم. امروز 20 آبان برابر با 11 نوامبر یک برنامه دیگر رو شروع می‌کنیم و امیدوارم که این برنامه مورد پسند شما قرار بگیره. در برنامه همراه این هفتهمون که طبق معمول هر هفته روزهای پنجشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران و 5:30 دقیقه اروپای مرکزی پخش میشه، برنامه های متنوعی داریم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. با ما باشید. همونطور که گفته بودیم در آستانه برگزاری کنگره 12 ما تا کنگره مهمانی خواهیم داشت که به سوالات شما جواب میدن یا ما خودمون سوالاتی رو از ایشون میپرسیم و به این سوالات پاسخ میدن. در این هفته همچنین ما مهمانی دعوت کردیم که علاوه بر اینکه در رابطه با کنگره سوالی خواهیم کرد، چند سوال دیگه هم خواهیم داشت. این مهمان ما مهمان ویژه‌ای هستند که جدیداً هم به عنوان دبیر کمیته آلمان انتخاب شدند. ناصر کشکولی، به برنامه ما خیلی خوش اومدید. ممنون، مرسی از شما که من دعوت کردید و سلام دارم به بینندگان شنوندگان عزیز شما. ضمن تبریک به شما به عنوان اینکه انتخاب شدید به منتخب کمیته 16 کمیته آلمان حزب کمونیست کارگری، من یک سوال در رابطه با در واقع کنگره از شما داشتم و اون هم به عنوان دبیر کمیته آلمان. دخالتگری اعضا در کمیته در کنگره چه نقشی میتونه داشته باشه، به خصوص اعضای جدید در آلمان که بخش زیادی از این اعضای جدیدی هستند، اعضای جوانی هستند و شاید خیلی از اونها که شاید هم ناشناخته باشند، چه نقشی میتونن داشته باشند در این کنگره؟ با سلام بر شما، ممنون که تبریک میگیم برای ما. ولی در رابطه با کنگره حزب یه کنگره علنیه. وقتی که علنی میشه یه کنگره، یعنی کنگره مردمه، کنگره توده اعتراضی مردم علیه جمهوری اسلامیه. تو این رابطه حزب ما اعضای جدید داره و این اعضا به نمایندگان کنگره انتخاب شده و نقششون در کنگره، نقششون به این معنیه که این انسان‌های مبارز در ایران بودن چند سال گذشته و مبارزه کردن علیه جمهوری اسلامی و اینها پایگاه های اجتماعی دارن توی ایران و همراه با مبارزاتشون خیلی ها با این عضوی که الان عضو کمونیست هست و در کنگره شرکت میکنه نقش ایجاد بکنه و وجود اینها یک چهره ای رو از حزبی رو نشان میده که حزبیه که اجتماعی، حزبیه که بازتولید میکنه، حزبیه که کادسازی میکنه و حزبیه که میتونه با دنیای مجازی یکی از ابزارهای سازمان دست با این جوانان میتونه بره جلو. حزبیه که تشکیلاتش و واحدهاش و کمیته‌هاش و رهبریش و ساختمان تشکیلاتش رو با این اعضای جدید پر میکنه و به پیش میبره، به دلیل اینکه مردم بهتر با این تشکیلات آشنا بشن. این چهره ها میتونه هم نقش خوبی داشته باشه برای مبارزه و هم میتونه برای مردم ایران یک جای امیده که این حزب داره جوانی توش هست که میتونه نقش خوبی داره سازماندهی آینده داشته باشه. ممنون، بسیار خوب. برمیگردیم به کمیته آلمان و در واقع اون مسئولیتی که به شما، به عهده شما گذاشته شده و مسئولیت میدونم خیلی هم سختی هست. در رابطه با کمیته آلمان به بینندگان ما بگید که کمیته و معرفی کنید کمیته آلمان رو، که اصلا کار این کمیته چی هست و وظایف این کمیته در آلمان چی هست. یک مقدار توضیح بدید برای بینندگان در رابطه با این کمیته. بله، کمیته کنفرانس سالانه داره و ما تازگی این کنفرانس سالانه تشکیل دادیم. این کنفرانس سالانه تقریبا تمام اعضا شرکت میکنن توش و از تو
تو این کنفرانس ارزیابی کارهای سالهای گذشته، فعالیتهایی که برجسته‌ای که ما کردیم میشه و تو این مورد ارزیابی و کمیته تازه انتخاب میشه از میان کل اعضا و این انتخابات هم مخفیه و کار کمیته که وقتی انتخاب شد دبیرش انتخاب میشه و خزانه دارش و کار کمیته اینه که توی هر هفته جلسه داره برای خودش از تشکیلاتی میگم از نظر هر هفته جلسه داره و دستور داره برای بحثاش و مجموعاً اکسیون هایی که در کشور آلمان صورت میگیره علیه جمهوری اسلامی، علیه سران جمهوری اسلامی هستش، این کمیته وظیفه داره این رو انجام بده. ما تا حالا در رابطه با همین وظیفه سیاسی که در آلمان داریم سران جمهوری اسلامی هر کدومشون پاشون به این کشور رسیده، در شهرهای مختلف ما کمیته و واحد داریم، به این کمیته ها و واحد ها اکسیون های تشکیل دادن نه فقط علیه سران جمهوری اسلامی در آلمان، بلکه برای اینکه دستگیرشون بکنیم و اونها را به دادگاه لاهه مراجعه بکنیم. این کمیته نقشش اینه که از نظر سیاسی به تبع مخصوصا وقتی که در آلمان هستیم نقش کلیدی داره این کشور آلمان و کمیته همطوری که کشور آلمان نقش کلیدی داره در اروپا، خود این کمیته هم نقشش کلیدیه به خاطر اینکه بتونه جمهوری اسلامی را یا سرانی که میاد اینجا مجموعه کارهایی که جمهوری اسلامی اینجا میخواد با دولت‌های اروپا انجام بده اینها را نظاره براحتی و تا حالا این کار را کردیم و تازگی مثلا همین چند روز چند ماه دیگه در رابطه با سالگرد آبان ماه اکسیون داریم در فرانکفورت و تو این رابطه سازماندهی میکنیم و اکسیون های اینجوری سازماندهی میکنیم علیه جمهوری اسلامی. بله. بعد ناصر کشکولی یک موضوع دیگه ای که خیلی جالب توجه بود اینجا، اکثر اعضای کمیته ای که جدیداً تشکیل شده من دیدم که جوان هستند و گاهن همونطور که گفتم چهره های گاهی از بعضی از این چهره ها شاید ناشنا باشن برای خیلی از حتی اعضا و کادرهای خود حزب. این انتخاب رو شما چگونه میبینید؟ ببین سیامک، اینا اعضای هستن که واقعا جوان نسل جدید 80 و 90 هستن و طی اینها طی پروسه آموزش سیاسی کادرپروری و از اینها جذب حزب شدن و به کادرهای حزب تبدیل شدن در حقیقت. این کادرها وقتی که رشد میکنن تو این حزب در میتونن واحدها و کمیته های حزبی نقش کلیدی داشته باشن و از یک حزب اجتماعی هر میزنن که این مرتب داره تولید و بازتولید میشه. یعنی فقط یه حزبی میتونه نیروی جوان و اعضای جوان داشته باشه که خطش سیاستش با چیز جامعه با همخوانی داشته باشه و به همین خاطر اعضای جوانی که تا دیروز تا یک سال گذشته در شهرهای ایران مبارزه میکردن حالا جذب حزب شدن و این حزب جز خودشون میدونن و ظرف مناسب میدونن برای مبارزهشون به پیش برن. تو ایران میبینیم جنبش‌های مختلفی هستش برای مبارزه، همه این اعضای جدید که اومدن بخشی از این جنبش بودن و حالا جذب شدن و تو این ظرف‌های متفاوت توی عرصه‌های متفاوت جنبش زنان، جنبش علیه اعدام، مبارزه برای زنان سیاسی و حتی تحت تعقیب گذاشتن سران جمهوری اسلامی اینها نقش برجسته‌ای دارن و اینها میتونن این تو این کمیته یا تو این اعضاب سازماندهی از طریق مدیای اجتماعی یکی از بهترین ابزار برای سازماندهی مبارزات تو این مردم و مردم ازش استفاده میکنن، اینها میتونن نقش خیلی خوبی داشته باشن و قدم ها ما را پیش برن هم حزب و هم کمیته آلمان. ممنون، مرسی. با توجه به وقت بسیار کممون ناصر کشکولی عزیز، خیلی مختصر و خیلی سریع لطفاً ما بگید که فعالیت‌های آتی آلمان چی هست، چه فعالیت‌هایی در نظر، ولی خواهشاً خیلی مختصر چون وقتمون بسیار کم هست. مرسی. مبارزه ما بر اساس همون سیاست قبلی حزب برادم هستش علیه اسلام سیاسیه که تازگی در کل علیه بانک جنایت در حقیقت بانک الله اکبر که می‌دادن ما تظاهرات داشتیم و پشتیبانی کردیم. یکی این که جمهوری اسلامی بایستی بایکوت سیاسی بشه، بایکوت سیاسی حکومتیه که منزویه، حکومتی که شارلاتانه، در هیچ جای دنیا
محبوب نیست، شارلاتان حساب میشه و در اعدام نوید افکاری بایکوت سیاسی روی میز تمام کشورهای اروپایی، دولت‌های اروپایی قرار گرفت و ما تلاش میکنیم این بایکوت سیاسی و علیه جمهوری اسلامی و همچنین علیه اسلام سیاسی، این مبارزه مون از طریق این کمیته که سوغلجوشی در آلمان به پیش میبره. خیلی ممنون از توضیحاتتون، با آرزوی موفقیت برای شما و برای کمیته شما در کشور آلمان. مرسی، ممنون. و ممنون که در حالی که در مرکزیت قانون حجاب اجباری برای زنان، یعنی در ایران زنان مقابل دانشگاه جمع میشن و حجاب هاشون رو از سرشون با عنوان اعتراض بر میدارن و کارگر زن 21 ساله‌ای حجابش آلت قتالش میشه و به طرز فجیحی جانش رو از دست میده، در کشور فرانسه پوسترهایی چاپ و منتشر میکنن که در اون میگن که به اصطلاح کارزار تبعیض علیه مسلمانان و روی اون پوسترها می نویسند زیبایی در تنوع است، همونطور که آزادی در حجاب است. بلافاصله بعد از این رسوایی، شورای اروپا با اعتراض و مخالفت‌های گسترده مردم و فعالین حقوق بشر این پوسترها رو جمع‌آوری کردند. شماری از سیاستمداران برجسته فرانسه نیز اعلام کردند که حجاب بیانگر آزادی نیست و شورای اروپا بلافاصله عقب نشینی کرد. حدوداً 10 سال پس از دادگاه ایران تریبونال که در اون سران جمهوری اسلامی محکوم شدند، دادگاه بین المللی مردمی در 19 آبان برگزار شد. هدف این دادگاه در دومین سالگرد اعتراضات آبان 98 با هدف رسیدگی به پرونده متهمان این سرکوب، یعنی مقامات ارشد جمهوری اسلامی و در رأس اون علی خامنه‌ای می باشد. شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و همچنین به نمایندگی از کمیته بین المللی علیه اعدام و کمپین برای آزادی کارگران زندانی در این دادگاه حضور داشتند که جزئیات بیشتر رو از اولین دادگاه، جلسه دادگاه این دادگاه از ایشون می‌خوایم بشنویم. شیوا محبوبی، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. خیلی ممنون از شما و با سلام به شما و بینندگانتون. بله، امروز در واقع روز اول دادگاه به معنی که روز دهم بود که دیروز شروع شد با توضیحاتی در رابطه با اینکه اصلا در آبان چه اتفاقاتی افتاد و چه اعتراضاتی صورت گرفت. یک پیش زمینه ای داده شده بود، یکی آقای حمید صبی، یکی از اعضای دادستانی دادگاه، و پس از اون در رابطه با لیست به اصطلاح تعدادی از همطور که اشاره کردین سران جمهوری اسلامی و کلن آمرین و عاملین سرکوب مردم در آبان اشاره کردن، از جمله روحانی و خامنه‌ای و همینطور بله روحانی و خامنه‌ای در واقع مشخصاً، و تعداد خیلی بیشتری با عکس و مشخصات، و در این حال هم هر روزه چند نفر از شاهدان صحبت می‌کنن. تعدادی از شاهدان کس به اصطلاح چند نوعن. تعدادی از شاهدان کسانی هستن که بچه هاشون کشته شدن در آبان، تعدادی کسایی هستن که اعضای خانواده شون یا اینکه خودشون دستگیر شدن و شکنجه شدن، و یا کسانی که شاهد بودن، شاهد این کشتارها بودن، شاهد این شکنجه ها بودن. طبعا برخی از شاهدان با اسم واقعی خودشون بود، مثل یکی مثل پدر فرزاد انصاری فر، یک جوان 22 ساله که مورد در واقع ضرب گلوله قرار گرفت، یا مادر پویا بختیاری، مادر پژمان قلی‌پور، مادر کتابی، که اومدن و با اسم واقعیشون در اونجا صحبت کردن در رابطه با اینکه چه بلایی سرشون اومده. ولی خیلی سوالات زیادی پرسیدن ازشون که به چه شکل بوده، آیا مثلا اجساد و تحویلشون دادن به شورای رژیم، به چه شکل بوده و
یکی از اون کسایی که خیلی جالب بود کسی بود که خب بعضی از این شاهدا علنی اسمشون رو نمیگن و حتی صورتشون پوشیده است و فقط یک به اسم یک شماره دارن در واقع، که کسی بود که شاهد به یه نوعی نزدیک بود، همونطور که گفت به امام جمعه شهری که بود که ما شهرشون رو نمیدونیم، و از شکنجه هایی صحبت میکرد که زندانی های آبان رو میکردن که واقعا وحشتناک بود، که چطور داروهای به اصطلاح روانی روان پریشی بهشون میدادن، داروهای مختلف در حالی که بیحال افتاده بودن، چه شکنجه هایی میکردن، چه جوری مثلا شکنجه های روحی میکردن که میگفتن شما رو توی قبر میندازیم و شما رو میکشیم. به هر حال فیلمش هست که و به صورت علنی از طریق یوتیوب و همینطور کانال اتاق کلاب هاوس کمیته پخش شده، ولی خب مختلف بودن و یه بخش هم متخصصین یا کسانی بودن که روی مسئله آبان کار کرده بودن یا به اصطلاح تحقیق کرده بودن یا مصاحبه کرده بودن با مادران، فیلم های مختلفی درست کرده بودن، بخش های مختلفی بودن که در دادگاه تا حال حاضر شدن و قراره به همین منوال تا شنبه، یک شنبه آخرین روزشه. شما در رابطه با شاهدین و اینکه چگونه برگزار شد، من سوالی که میخواستم بکنم این که اصلا این دادگاه به چه شکل صورت گرفته و ترتیب دهندگان این دادگاه کی هستن؟ این رو برای بینندگانمون اول توضیح بدیم بعد بریم سر سوالات دیگر. بله، این دادگاه طبعا همون شیوهی هستش به اصطلاح از فرم دادگاه راسل که در زمان اون زمان در رابطه با جنگ ویتنام آمریکا رو در واقع دادگاهی کردن، سرانی که باعث کشتار مردم ویتنام شده بودن، و بعد از اون ما یه نمونه‌های زیادی هستش در کشورهای خیلی رایج هستش، همین حالا هم در رابطه با قتل عام‌های مختلف در کشورهای مختلف چنین دادگاه‌های مردمی برپا میشه. و یک نمونه رو که ما در رابطه با وضعیت ایران داشتیم سال 2012 بود، دادگاه ایران تریبینال در رابطه با دهه 60، و این دادگاه به همین شکل تشکیل شد که در واقع شاهدانی داره، یک هیئت قضات بین‌المللی داره که در این رابطه هر روز وقایعی که اتفاق میفته رو مورد بررسی قرار میدن، و این شاهدا طبعا از قبل باشون صحبت شده، اظهارنامه ازشون گرفته شده. یک نکته‌ای که خیلی مهمه، یکی از کسانی که در رابطه با همین دادگاه آبان کار میکنه اشاره کرد، گفت که بیش از 240 نفر یا 60 نفر در واقع اعلام آمادگی کرده بودن، ولی امکان پذیر نشد چون همونطور که میدونیم به دلیل کرونا این دادگاه مرتب تعویق افتاد. قرار بود در پارسال در لاهه اتفاق بیفته که امسال بالاخره در لندن اتفاق افتاد، اما اصل ایدهش و کلن سازمان دهندگانش، تشکل عدالت برای ایران، سازمان حقوق بشر و همینطور ائتلاف جهانی علیه اعدام هستش که در واقع سازمان دهندگان و برگزار کنندگان این دادگاه هستند. شما به عنوان نماینده این سه نهادی که ما گفتیم اونجا تو این دادگاه شرکت دارید، نقش شما چی هست و شما چه کاری تو اون دادگاه یا چه نقشی دارید تو این دادگاه؟ خب ببینید، این دادگاه همینطور در این حالی که هیئت قضات داره، کسانی که سازمان دهندگان و برگزار کنندگان هستن، ولی تشکلهایی مثل کمیته زندانیان سیاسی از همون ابتدا بعد از آبان در واقع کارزار صدای معترضین آبان ماه رو شروع کرد، و این دادگاه هم ما از روز اولی که شروع شد در ارتباط بودیم با برگزار کنندگانشون، سعی کردیم که در واقع به اطلاع ارتباطهایی که در ایران برسانیم که بتونن تماس بگیرن و اگر میخوان شاهد بشن در این دادگاه، از لحاظ اینکه بتونیم در سطح وسیعی تبلیغ کنیم و حمایت بکنیم از این دادگاه، چرا که فکر میکنیم قدم مهمی برای دادخواهی هستش، و به همین دلیل اونجا حضور داریم، به همین دلیل اونجا داریم پشتیبانی میکنیم. خود کمیته زندانیان سیاسی برای پخش مستقیم این دادگاه در واقع یک روم کلاب هاوس گذاشته، چون تعداد زیادی از طریق یوتیوب و غیره نمیتونن این رو ببینن، که بتونیم از اون طریق هم دسترسی به شنیدن این دادگاه رو هرچه بیشتر مهیا بکنیم. علاوه بر رسیدگی به مسائل کشتار آبان 98، آیا به مسائل دیگه هم تو این دادگاه رسیدگی میشه یا فقط مختص به کشتار آبان 98 هستش؟
نه خیر، فقط کشتار آبانه، چون ببینین دقیقا مثل چطور، دقیقا اگر شما نگاه کنین همون سبک دادگاه حمید نوریه، ولی فرقش اینه که اون دادگاه از طرف یک دولته، یعنی قوه قضاییه یک رسمی کشور هستش، چون فقط به جرایمی در واقع میپردازه که در آبان ماه اتفاق افتاده و فقط به کسانی میپردازه که شهادت دادن. ممکنه تعداد زیادی باشن ولی فقط به اظهارنامه اون شهادت ها و مسائلی که مطرح شده در واقع میپردازن، نه چیزی خارج از اون، به خاطر اینکه قراره این دادگاه بالاخره یک رأی بده در یه رابطه ای که بر اساس این اسناد و شواهد رأی چی هستش. مثلا سال 2012 ایران تریبونال رأی این شد که جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت رو در واقع دست به جنایت علیه بشریت زده و به همین دلیل فقط به مسئله آبان میپیوندن. من یه اشاره هم بکنم، ما طبعا تظاهراتی در رابطه با همین مسئله فراخوان داده بودیم که اون هم در حمایت از دادگاه آبان بود. بله، به این اشاره کردید. خیلی از اینجا صحبت از این میشه که این دادگاه یک دادگاه نمادین هست و حالا بر اینکه یک دادگاه نمادین است، آیا رأی این دادگاه تأثیری در مثلا روند جمهوری اسلامی داره نداره، چه روندی، چه تأثیری در آینده خواهد داشت بر جمهوری اسلامی؟ ببین نمیدونم، من شخصا خیلی با اسم کلمه نماد، اسم نمادین رو بذاری موافق نیستم. میدونم این رو میگن چون بالاخره دادگاه قرار یکی رو دستگیر بکنه، دادگاه قرار یه حکمی به یکی بده. تو این دادگاه این اتفاق نمیفته. تو دادگاه حمید نوری یک مجرمی اونجا نشسته و در نهایت قرار رأی براش صادر بشه. در این دادگاه به این شکل نیست، به خاطر اینکه مجرمان اونجا نیستن، به خاطر اینکه حتی نماینده، حتی امروز در واقع دیروز ابتدای برنامه گفتن آیا کسی از طرف جمهوری اسلامی در دادگاه حضور داره، چون برای این دادگاه ها در واقع از خود اون دولت هم دعوت میکنن. به همین دلیل نمیتونه رأی داشته باشه. ولی یک نتیجه بسیار مهمی که داره این هستش که ما برای اینکه بتونیم یکی مثل رئیسی رو که رئیس قوه قضاییه بود وقتی که کشتار آبان ماه صورت گرفت، اون شکنجه ها صورت گرفت، کسی بود که این احکام رو صادر کرد، ما برای اون نیاز داریم که شاهدان به صورت مدون به صورت حقوقی بیان اظهارنامه‌شون رو بدن، این اظهارنامه توسط قضات کاملا تایید بشه. اینها در واقع مثل یک اطلاعات بسیار مهم هستین که ما استفاده خواهیم کرد در رابطه با پیگرد سران جمهوری اسلامی و مشخصا رئیسی. به همین دلیل بسیار مهم هستش. و یک جنبه مهم دیگرش اینه که یک امکانی باز میکنه که خانواده ها بتونن رو به دنیا در رابطه با بلایی که سرشون اومده صحبت کنن و به یه معنی اینه یه کمیته حقیقتیابه. اگر شما بهش نگاه بکنین یه مرحله اول دادخواهی هستش و به همین دلیله و از طرفی امید میده به مردم، امید میده که امکان پذیره در حالی که جمهوری اسلامی سر کار هستش این خونواده ها میان و نمیترسن و شهادت میدن. راهو باز میکنه که تعداد بیشتری بیان و صحبت بکنن که بتونیم از این طریق اسناد بیشتری در واقع به دست بیاریم. خیلی ممنون شیوا محبوبی عزیز از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. امیدوارم که این دادگاه با موفقیت به پایان برسه و به امید اینکه تمام سران جمهوری اسلامی رو در چنین دادگاه‌هایی و نه نمادین به اصطلاح محاکمه بکنیم و به جزای خودشون برسونیم. ممنون از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفتمون رسیدیم. از همراهی شما با برنامه همراه خیلی ممنونیم و سپاسگزار. امیدواریم که با ما در تماس باشید. طبق معمول همیشه ایمیل ما و شماره تلفن ما، از این شماره تلفن شما میتونید از طریق واتساپ و تلگرام با ما در تماس باشید. خوشحال میشیم که مثل همیشه پیشنهادات و نظرات شما رو دریافت بکنیم. روز و روزگار بر شما خوش باد.